اینجا رو ببین، حلیم باید اینجوری کش بیاد. این ویدیو رو ببین تا بهت یاد بدم یه جوری حلیم درست کنی که فقط سید مهدی میتونه. تا ته ویدیو رو ببین. خوش اومدید به آشپزخونه. من معراج موسوی هستم و امروز با یک ویدیو جدید در خدمتتونم. امروز میخوام طرز تهیه یک صبحونه بسیار قدیمی و جذاب ایرانی رو بهتون آموزش بدم. حلیم رو با انواع مختلف گوشت درست میکنن، با مرغ درست میکنن، با بوقلمون درست میکنن، با گوسفند هم درست میکنن که به نظر من بهترین جا برای درست کردنش گردن گوسفند هستش به خاطر بافت گوشتی که داره، ولی بوقلمون هم خیلی متداول بوده. قبلا یادم میاد که کبابیا دم مغازه هاشون اگر که یادتون باشه بوقلمون های رسمی رو آویزون میکردن که بگن ما حتما از گوشت بوقلمون استفاده میکنیم. در هر صورت بستگی به طبع شما داره، از گوساله استفاده نکنید به خاطر اینکه گوشت گوساله سرد هستش، و اگر میخواین گوشت قرمز استفاده کنید گوسفند بهترین براش هستش. داخل این ویدیو به سه روش بهتون یاد میدم داخل خونه گندم رو باز بکنید، یعنی حتی اگر هیچ دستگاهی هم نداشته باشین میتونید حلیم رو داخل خونتون درست بکنید. اصلش اینه که شما از گندم پوسکنده استفاده کنید، ولی اگر بتونید گندم شکسته یا حتی بلغور گندم ریز هم پیدا کنید کارتون تو عمل آوردن حلیم خیلی راحت تر میشه. بگذاریم، میخوام ویدیو رو شروع بکنم، وقتتون رو نگیرم. ازتون میخوام اگر بار اولی که ویدیوهای من رو میبینید حتما سابسکرایب یادتون نره که ویدیوهای بعدی رو از دست ندید و یه کمک بزرگ به من کرده باشین. تا انتهای این ویدیو هم رو با من باشید. خب دوستان، قدم اول برای درست کردن حلیم اینه که گندم رو به مدت 12 تا 24 ساعت خیس کنید. تو طول این مدت چند بار آبش رو عوض بکنید. در آخر آبی که داخلش هست رو خارج کنید، داخل یه قابلمه بزرگتر از حجمش بریزین تا دو بند انگوش آب بالاتر از سطح گندما بهش آب اضافه کنید. زیرش رو حرارت متوسط بذارین شروع کنه به قلف دادن و پختن. برای پختن گوشتش گردن گوسفند رو به همراه یک عدد پیاز، قبل از اینکه ادویه ها رو اضافه بکنید کف گوشت رو بگیرید. تقریبا 5 دقیقه بعد از اینکه به قلف داد شروع میکنه به کف کردن. بعد از اون برگ بو، فلفل سیاه و چوب دارچین رو اضافه کنید. دربش رو ببندید، حرارتش رو کم کنید، بذارید برای خودش بپزه. گندم که به جوش افتاد کف اون رو هم بگیرید، حرارت این رو هم کم کنید، دربش رو بذارین تا کامل گندم ها خودشون رو ول کنن. بعد از 2 ساعت پختن بدون احتیاج به هم زدن، همونطور که میبینید کامل گندم ها باد کردن، آب رو تو خودش جذب کرده. تو این قسمت 1 لیتر آب جوش بهش اضافه کنید، نیم ساعت دیگه بذاریم بجوشه. بعد از اون یا با استفاده از یک آبکش فلزی و لیسک اون رو صاف کنید، یا خاموشش کنید بذارین سرد بشه و با استفاده از بلندر اون رو کامل پوره کنید، و یا میتونید مثل من با استفاده از گوشکوب برقی شروع بکنید به صاف کردنش. از اونجا به بعد ممکنه ته بگیره، باید حواستون بهش باشه و گهگوداری همش بزنید. تو مرحله آخر پخت گردن بهش نمک رو اضافه کنید. کامل که پخت استخونها رو در بیارین، گوشتاش رو با یه گوشکوب شروع کنید به کوبیدن و ریش ریش کردن. آبش هم جداگانه نگه داریم، برای پخت حلیم بهش احتیاج داریم. تو این قسمت پیاز رو هم که کاملا پخته از داخل گوشت در بیارین و به گندما اضافه کنید و به خوبی پورش کنید. تو روش استفاده از آبکش فلزی ببینید به چه صورت صاف میکنه. ما بقیه چیزایی که میمونه رو دوباره داخل قابلمه بریزید، صب بکنید تا اینها هم به خوبی بپزه، بعد دوباره صافش کنید. از اینجا به بعد برای شل کردن حلیم از آب گوشت استفاده کنید. ببینید این کار رو کامل ادامه بدین تا تمام دونه های گندمتون باز بشن. این شد اصفارش، این هم پوستش. من اینا رو دیگه نمیریزم داخلش، دیگه هیچی داخل اینا نمونده. خب دوستان، تو این قسمت 100 گرم کره بهش اضافه میکنیم و همچنین 1 قاشق چایخوری نمک. گوشتایی هم که ریش ریش کردیم یواش یواش اضافه کنید و مخلوط کنید. حلیمو ببینید، این که میگم کشدار کشدار یعنی این. ببینید اینجا رو برید درست کنید، حالش رو ببرید.